ما وکیل و دوله نیستیم، معاند و دوله هم نیستیم، بلکه میخواهیم برای حل مشکلات مردم با وحدت و یک پارچگی پشت سر رهبر فرزانه انقلاب دست در دست هم بدیم و مشکلات کشور را حل کنیم. آغاز به کار مجلسی با کمترین میزان مشارکت در عمر جمهوری اسلامی. در 60 دقیقه امشب میپرسیم نهاد قانونگذاری ایران چقدر مستقل است؟ چقدر در رأس امور؟ حکومت ایران از مجلس جدید چه میخواهد و کدام برنامه‌هایش را پیش خواهد برد؟ این سوالمان از یک تحلیلگر سیاسی و یک پژوهشگر تاریخ معاصر است. این که می‌بینید خونه یکی از چاوکارده‌هایی که چند دقیقه پیش ناامنی بزرگترین مشکل در اردوگاه لسبوس یونان. پناهجویان میگویند پلیس کوتاهی می‌کند. جنگ توییتری ترامپ، این بار با خود توییتر. رسانه محبوبش درستی یک پست او را زیر سوال برد. او هم تهدید به کنترل شدید و بستن شبکه‌های اجتماعی کرد. و آغاز فصلی نو در سفرهای فضایی. اولین سفینه تجاری دو آمریکایی را به مدار زمین می‌برد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در ایران مجلس 11 آغاز به کار کرد. مجلسی برخواسته از کمترین میزان مشارکت در طول تاریخ جمهوری اسلامی. مجلسی که با رد صلاحیت‌های گسترده به گفته ناظران یکی از کم رقابت‌ترین انتخابات‌ها در 4 دهه گذشته بود. مجلسی در کنترل اصولگرایان. عده‌ای آن را مجلس انقلابی می‌دانند و عده‌ای آن را شبه مجلس می‌خوانند. این مجلس در اولین روز کاریش تأکید کرد که قرار است یک پارچه پشت رهبر جمهوری اسلامی بایستد. مجلس جدید در شرایطی آغاز به کار می‌کند که ایران چالش‌های متعددی پیش رو دارد. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم که مجلس 11 در معادلات سیاسی ایران چه جایگاهی دارد. اساساً آیا مجلس هنوز در رأس امور است؟ اول گزارشی ببینیم از فرین عاصمی. جلسه با تعداد 268 نفر رسمی. تصاویری از افتتاح مجلس 11، نمایندگانی عموماً تازه نفس و بدون تجربه نمایندگی. 172 نفر از آنها برای نخستین بار است که روی این صندلی‌های سبز می‌نشینند. آنطور که پیش بینی می‌شد، انتخابات مجلس 11 با اقبال عمومی روبرو نبود. آمار مشارکت در این انتخابات 42%، یعنی پایین‌ترین حد مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی بود. رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان و راه ندادن داوطلبانی که به اصل ولایت فقیه اعتقاد ندارند از دلایل مشارکت پایین در این انتخابات بود. کشتار و سرکوب معترضان آبان، مخفی کاری درباره تعداد واقعی کشته شده ها، ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه و کشته شدن 176 سرنشین آن که با مخفی کاری و انکار شروع شد و مقام های جمهوری اسلامی بعد از افشاگری کشورهای غربی مجبور به اعتراف درباره آن شدند، همچنین شیوع کرونا در ایران و مخفی کاری حکومت در روزهای ابتدایی درباره آن، همه در بیرون نبودن انتخابات مجلس 11 هم موثر بودند. در مجلس 11 اصولگرایان 221 کرسی دارند و اصلاح طلبان 20 کرسی. نمایندگان مستقل هم 38 صندلی را تصاحب کردند. تکلیف 11 کرسی هم در دور دوم مشخص می شود. تازه واردان فاطمه رهبر، فعال اصولگرا و نماینده دوره‌های 7، 8 و 9 مجلس از تهران، پیش از آغاز کار مجلس جدید بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. خانم رهبر در دوره‌های پیش در تصویب طرح‌هایی مثل افزایش نرخ باروری، پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت، افزایش مرخصی زایمان و اجرای قانون عفاف و حجاب نقش داشت. محمد علی رمضانی، نماینده آستانه اشرفی، هم به گفته دبیر ستاد انتخابات ایران بر اثر کرونا درگذشت. سینا کمالخانی از تفرش و آشتیان هم به دلیل آنچه بی‌اعتبار بودن مدرک تحصیلی‌اش خوانده شده، از راهیابی به مجلس باز ماند. در دور اول انتخابات مجلس 11 بدون احتساب فاطمه رهبر 16 زن انتخاب شدند. زنانی که بعضن به تلاش برای تصویب قوانین ضد زن مشهورند. از جمله
این زن زهر سادات لاجوردی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی و معاون مرکز امور زنان در دوران محمود احمدی نژاد، او که دختر اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین است، اخیراً گفته کودک همسری مسئله حاشیه است و اگر دختر به بلوغ فکری و جسمی رسیده باشد از نظر او مشکلی ندارد که ازدواج کند. روزنامه رسالت نزدیک به اصولگرایان در شماره 5 اسفند خود نوشت که مجلس آینده باید دولت از ریل خارج شده را به ریل بازگرداند و مطالبات مردم را پیگیری کند. دوره دهم مجلس یکی از دوره‌هایی بود که رهبر جمهوری اسلامی در آن بیشترین دخالت را داشت. ما وکیل و دوله نیستیم، معاند و دوله هم نیستیم، بلکه می‌خواهیم برای حل مشکلات مردم با وحدت و یک پارچگی پشت سر رهبر فرزانه انقلاب. حال با این گفته ها به نظر می رسد مجلس 11 هم مجلسی تحت تأثیر و فرمانبر رهبر جمهوری اسلامی باشد. با همکاری دولت و مجلس، حسن روحانی گفته به سوی نمایندگان دست دوستی دراز می کند. مقام های دولت هم گفتند در کل مجلس دخالت نخواهند کرد. با این حال راضی کردن نمایندگانی که اکثرشان منتقد دولت هستند کار آسانی به نظر نمی رسد. روی کرده نمایندگان مجلس 11 حمله به دولت آقای روحانی و جلوگیری از اجرای برنامه های دولت هست، اما اونها تجربه مجلس 7 رو در کنار خودشون دارن که در اون مجلس استیضاحهای پیاپی به نوعی باعث شد که برداشت بدی از اقدامات مجلس به وجود بیاد و با دستور رهبر جمهوری اسلامی استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی شد. الان هم با این رویکرد قاعدتا نمایندگان مجلس 11 شدیداً به دولت حمله خواهند کرد، اما بیشتر سعی می‌کنند که به جای اقداماتی مانند استیضاح جلوی برنامه‌های دولت را بگیرن. سلام و صلوات خدا. با اینکه اصولگرایان در مجلس 11 اکثریت قاطع را دارند، به نظر نمی‌رسد انسجام و یک دستی بین آنها وجود داشته باشد. تلاش‌های اولیه 11 نفر از نمایندگان برای به دست گرفتن ریاست مجلس گویای این نکته است. اختلاف دیرینه اصولگرایان سنتی با جبهه پایداری و طرفداران محمود احمدی نژاد از یک طرف و اختلاف جبهه پایداری‌ها با نزدیکان آقای احمدی نژاد بعد از قهر 11 روزه معروف او در زمانی که ریاست جمهوری را بر عهده داشت در یادها مانده. شمس‌الدین حسینی نماینده تنکابون که وزیر اقتصاد دولت دهم هم بود گفته جمع احمدی نژادی ها در مجلس 11 جمع است و بیش از 50 نفر حامی او هستند. محمود احمدی بیغش نماینده دوره 8 مجلس و استاندار خراسان شمالی در دولت احمدی نژاد هم گفته یاران احمدی نژاد تصمیم دارند فراکسیونی تشکیل دهند. این به این معنا نیست که اونها یک تشکیلات منسجمی را دارن و حتما میتونن در همه حوزه ها تاثیرگذار باشن، بلکه به هر حال نسبت نزدیکی این افراد با آقای احمدی نژاد متفاوت هست و به همین نسبت ممکن هست که اونها دست به ریسک بزنن و اقداماتی رو به نفع آقای احمدی نژاد انجام بدن و یا اینکه به طور کلی در ساختار کلی اصولگرایان مجلس حل بشه. ما فرماندهی جنگ داشتیم. اندک اصلاح طلبانی که به مجلس وارد شدند هم بیکار ننشستند. مسعود پزشکیان نماینده تبریز گفته ممکن است فراکسیونی از اصلاح طلبان تشکیل شود. سوگند یاد میکنم. مجلس 11 هنوز در آغاز راه است، اما عملکرد آن بر شکل گیری دولت بعدی نقش خواهد داشت. اصولگرایان امیدوارند با حضور اکثریتی در این مجلس بتوانند قدرتی را که در سالهای اخیر تا حدودی از دست دادند دوباره به دست آورند. فرین عاصمی، BBC. برای گفتگوی بیشتر فرخ نگهدار فعال سیاسی از لندن با ماست و عباس میلانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از پالوالتو کالیفرنیا. خوش آمدید به برنامه آقای میلانی. با شما شروع بکنیم. اساسا فکر می‌کنید که مجلس 11 در معادلات سیاسی ایران چقدر میتونه مؤثر باشه؟ من گمان نمی‌کنم خیلی میتونه مؤثر باشه، برای اینکه من گمان نمی‌کنم مجلس هرگز در رأس بوده. در نظام ولایت فقیه یک رأس هست و اون ولی فقیه هست و میتونه با هر تصمیم خودش، با حکم حکومتی، با هر اشاره‌ای، هر تصمیم مجلس رو یا خونسا بکنه یا ملغا بکنه. از آغاز به گمان من مجلس یک حالت تزیینی داشت برای یک حرکتی که از دل یک جنبش دموکراتیک برخواسته بود و تبدیل شده بود به استبداد ولایی. برای اینکه دین به اون دموکراسی رو ادا بکنن این نهاد رو هم ایجاد کردن، ولی هر روز هم که گذشته و
آخرین مصداقش همین انتصابات جدیده، کنترل آقایون بر مجلس و بیشتر شد، استقلال مجلسی ها کمتر شد، نه تنها در انتخاب مجلس حالا نظارت استصوابی به اصطلاح میکنن، بلکه در فعالیت نمایندگان مجلس هم نظارت میکنن و اگر از رفتار اونها خوششون نیاد معزولشون میدارن. به همین خاطر قدرت رو یک پارچه میکنه، ولی قدرت رو یک پارچه میکنه برای اینکه به قول رئیس معزول مجلس ریل گذاری بهتری بشه برای اجرای فرامین رهبر. آقای نگهدار، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اونطور که عده‌ای میگن مجلس 11 مجلس انقلابیه، یا به گفته عده‌ای دیگر شبه مجلسه و اساساً مجلس محسوب نمیشه؟ خب مجلس که محسوب خواهد شد، از دوره رضا شاه تا محمد رضا شاه تا دوره جمهوری اسلامی یک مجلسی ما داشتیم که بخشی از امورات حکومتی رو بر عهده او میگذاشتند و قوانین تصویب میکرد و این قوانین هم به نوعی در حکومت تأثیر داشت. از این لحاظ کار کرده مجلس ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی فکر میکنید مؤثر خواهد بود در معادلات سیاسی؟ ولی همونجوری که آقای میلانی هم گفتند، به تدریج جمهوری اسلامی ایران به طرفی کشیده شده که مجلس اهمیت و تأثیر خودش رو در هر مرحله بیشتر از دست داده. اگر شما به خاطر بیارید و در دوران معاصر هم در دو سالهای اخیر هم هست، ما بیش از یک رو به مجلس وقت ندادیم که درباره مهمترین کارنامه جمهوری اسلامی که برجام باشه اظهار نظر بکنه، و اظهار نظرش هم بسیار حاشیه‌ای و بی تأثیر بود و تمام شد. و وقتی من به این نتیجه رسیدم که مجلس 11 حتی بیش از مجلس 10 و 9 هم مؤثر خواهد بود، وقتی بود که مسئله بنزین و قیمت اون در مجلس مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان از ترس جدایی از مردمی که به اونها رأی داده بودند مخالف این بودند که قیمت‌ها به این شکل افزایش پیدا کنه. با حکم حکومتی قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و نتایجش رو ما دیدیم، و آخرین نتیجه هم این بود که در بودجه سال 99 اساساً سلب اختیار شد از مجلس که اظهار نظر بکنه. و اگر به یاد داشته باشیم، مهمترین امری که در طول تاریخ بر عهده مجلس قرار داده شده همین تعیین بودجه بوده، و این تعیین بودجه هم از مجلس گرفتن. بنابراین مجلس هر روز ضعیف‌تر در تنظیم و تناسب قوا در ساختار جمهوری اسلامی ایران بود. آقای میلانی، اگر که اینقدر کم تأثیر مجلس در معادلات سیاسی، فکر می‌کنید که چرا حاکمیت اجازه ورود چند نماینده اصلاح طلب بیشتر به مجلس رو نمیده و چرا اجازه نمیده که در ظاهر یک تنوع سیاسی در مجلس وجود داشته باشه؟ اولا اجازه نمیده برای اینکه رهبری کوتاه تنگ نظره. رهبری متوجه نیست، آقای خامنه‌ای متوجه نیست که اگر در این شرایط فعلی که بحرانی ترین شرایط رژیم جمهوری اسلامی به گمان من، چه وضع اقتصادیشون، چه وضع دیپلماتیکشون، چه وضع داخلیشون، چه کرونا، چه اعتصاب‌های کارگری که قاعدتاً در راهه، در یک چنین شرایطی یک چنین مجلس معنایی رو بفرستن به جای اینکه اجازه بدن بعضی از نمایندگان دیگه بیان حداقل تظاهر به انتقاد بکنن. اصلاح طلبان مجلس قبل جرأت کار جدی نداشتن، تا حرف جدی میزدن توکیشون چیده میشد، ولی به هر حال یک حالتی از یک تلاش برای یک همدلی ملی بود. تنها درسی که آقای خامنه‌ای گرفته و بسیاری از فرماندهان سپاه گرفتن اینه که قدرت رو هر روز بیشتر یک پاچه کنن، قدرت رو هر روز بیشتر پادگانی بکنن و با زور سعی کنن از این بحران بگذرن. بهاش رو خود اینها نمیدن متاسفانه، بهاش رو ملت ایران میده، و این وضع اسفبار اقتصادی، وضع اسفبار کرونا، و هیچ کسی جرأت نداره بگه که اگر مجلس رأس اموره، مجلس باید رأس امور باشه. آقای خامنه‌ای که میگه مجلس رأس اموره و از قول آقای خمینی تکرار میکنه مجلس رأس اموره، یک بار پاشو در این مجلس به عنوان رهبر نگذاشته. در تمام دوران شاه و رضا شاه، دوره های جدید مجلس رو شاه افتتاح میکرد، حتی در فرمایشی ترین مجلس ها. این نشان این بود که میپذیرن مجلس ندای مشروطه ایرانه،
آقای خامنه ای رئیس دفترش رو میفرسته، یه پیام میفرسته، میگه مجلس رئیس امور باشه، میگه در نظارت ها شما حب و بغض نکنید. هفته پیش یه دانشجوی حزب اللهی جلوی خود آقای خامنه ای بهش گفته چطور دستگاه تحت نظارت شما هیچ گونه نظارت نمیپذیرن، چطور کسانی که در دفتر شما هستن هیچ گونه نظارت نمیپذیرن. قالیبافی که کاندیدای آقای خامنه ای برای مجلس هست، مجلس پیشینی که 50-60 تا اصلاح طلب توش بود، جرأت نکرد پرونده شهرداری ایشون رو، پرونده خانم ایشون رو، اخوی ایشون رو رسیدگی بکنه. حالا میخوان این مجلس با کسی مثل قالیباف نظارت بکنه بر فساد. خنده‌داره اگر اینقدر گریه‌آور نبود. آقای نگهدار، فارغ از میزان اثرگذاری مجلس، اختلافات بین مجلس و دولت فکر میکنید که در یک سال نیم آینده چطور خواهد بود؟ آیا امکان اجرای قانون رو به دولت خواهد داد مجلسان که سنگ اندازی میکنه به نظر شما؟ خب من فکر نمیکنم در یک سال آتی در اوضاع داخل کشور تغییر عمده ای درست بشه. تنها انتظاری که میشه داشت این هست که در روابط با ایالات متحده آمریکا اگر تغییری در آمریکا پیش بیاد، تلاش هایی بشه برای برداشتن تحریم ها و بهبود مناسبات و حضور ایران در عرصه‌های بین‌المللی، در بازارهای بین‌المللی. این هم الان هیچ معلوم نیست که اتفاق خواهد افتاد یا نه. بنابراین من انتظار این که کشمکش تندی از جانب آقای روحانی با مجلس آغاز بشه یا مجلس زیاد جدی بگیره آقای روحانی رو برای پیشبرد کارهاش نمیبینم. بیشتر از طرف رهبر دستور داده خواهد شد که همه چیز آرام باشه و به همین ترتیب رفتار بکنید. زیاد مسئله مهمی به نظر من دولت برای مجلس نخواهد بود. اما یک چیز رو میخوام اضافه بکنم در این بحث، و اون این که اگر ما انتظار داشته باشیم که مجلس بخواد یک طرح جدی رو پیش ببره، باید متوجه باشیم که این طرح ها و این شکل یک دستسازی مجلس برای تغییراتی است که احتمالاً میخوان در ساختار قدرت، در جایگاه مجلس، جایگاه ریاست جمهوری و جانشینی رهبری درست بکنن. در این زمینه ها ممکنه مجلس بتونه منشأ تصمیمات یا تغییرات مهمی باشه. آقای نگهدار اشاره کردند، آقای میلانی، بحث جانشینی و بحث بازنگری احتمالی قانون اساسی، چقدر فکر میکنید که مجلس 11 درگیر این مباحث بشه؟ من فکر می‌کنم قاعدتاً در فکر تغییر قانون اساسی هستن. تمام شواهد از این حکایت می‌کنه. در این حال شواهد حکایت از این می‌کنه که مجلس مؤسسان هم در فکر پیدا کردن جانشین هستن، و این عدم در رأس بودن مجلس دقیقاً از اینجا معلومه. عدم در رأس بودن ملت از اینجا معلومه که الان یک سال و نیم در مجلس مؤسسان در مورد مسئله جانشینی میگن یه هیئت 3 نفری تشکیل دادیم، می‌خوایم ببینیم که به کاندیداهای مناسب چیه. چرا در یه هیئت 3 نفری پنهانی؟ این مسئله مردم ایرانه، آینده مردم ایرانه. دوران عمر نیست که یه هیئتی تعیین بکنه که بگه بعد از من جانشین کیه. اینا فکر میکنن شیوه همون شیوه ایست که در صدر اسلام درست شده. مردم باید انتخاب بکنن. تا وقتی که این رژیم نفهمه که بدون مشارکت وسیع مردم این مسائل، چه مسئله جانشینی بگیرید، چه مسئله اقتصاد بگیرید، چه مسئله خصوصی بگیرید، چه مسئله مبارزه با فساد بگیرید، تا مردم در صحنه نباشن و حقشون رو، که حق حاکمیت و حق حاکمیتی که در دوران ولایت فقیه از اونها ضایع شده، به مردم باز نکرده، این بحران ادامه پیدا میکنه. و این تلاش ها به گمان من تلاش جابجا کردن صندلی ها بر کشتی تیتانیکیه که داره کشت غرق میشه. آقای نگهدار، فکر میکنید که مجلس در مسئله رویارویی یا مذاکره با آمریکا ممکنه نقش ایفا کنه؟ در شرایط فعلی من به هیچ وجه یک همچین مقامی و یک همچین اختیاری رو در مجلس نمیبینم. اگر میخواستند که مجلس در امور جدی مملکتی از جمله روابط با آمریکا نقش ایفا بکنه، حتما مثل همون زمانی که در سال 92 ما شاهدش بودیم و یک چرخش قهرمانان ما در رفتار نظام حاکم دیدیم
که دوباره حتی بعد از 4 سال بعد از سرکوب های 88 92 رو انتخابات 92 رو باز برگزار کردن و یک شور و شوقی در جامعه درست کردن که حمایت جدی پشت حکومت بیاد برای مذاکرات با آمریکا، این بار هم همین کار رو میکردن اگر این چشمانداز رو میدیدن. به نظر من این چشمانداز وجود داره. تغییر در ایالات متحده آمریکا اتفاق خواهد افتاد، دیرتر یا زودتر، و اگر ایران یک خردمندی، یک تدبیری برش حاکم بود، حتما سعی میکرد در این مرحله شکاف میان دولت و ملت رو کاهش بده. یعنی اینکه مجلسی که در تهران که سیاسی ترین و مطلع ترین رای دهندگان در اون حضور دارن، تنها 21 یا 22 درصد بنا به آمار حکومتی در شرکت میکنند، این مجلس برای تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ساز تشکیل نشده، برای حفظ نظام و تقویت قدرت مقاومت اون در برابر معترضین، در برابر نیروهای داخلی، در برابر رقبای داخلی طراحی شده است. آقای میرانی، حاکمیت از این یک دستی در نظام چه استفاده میتونه بکنه؟ اون تنها استفاده‌ای که میتونه بکنه به گمان من برای تثبیت انحصار بیشتر، تحکیم قدرت انحصاری خودشه، حذف هر گونه صدای معترض، حذف هر گونه تلاش برای تغییر وضع موجود، حذف هر گونه تلاش برای پاسخگو کردن آقای خامنه‌ای و نهادهای زیر نظر او هست. در شرایطی که اقتصاد به این درجه از بحران روبروست، مردم به این درجه از بحران روبروستن، کسی در مجلس، کسی در نهادهای دیگه جرأت نمیکنه بیاد بگه که چرا از جاهایی که در اختیار آقای خامنه‌ای هست استفاده نمیکنید، چرا نهادهای زیر نظر ایشون کمک نمیکنن، مردم رو فرستادن دوباره سر کار، با خطر مکرر روبرو هستن. واسه مشهد رو نگاه بکنید، بندر رو نگاه بکنید، بوشهر رو نگاه بکنید. اینها برای اینکه این صداها، این اعتراضها، این پرسشها مطرح نشه، یه مسجد مجلس آوردن که واقعا همون مسجد هم شاید اسمش مناسبش نیست. در شرایطی که در دو روز، سه چهار روز اخیر دو نفر در ایران به ناموسی کشته شدن، یه دختر 13 ساله رو پدرش با داس کشته، اون وقت خانم لاجوردی فرزند خلف پدرش میگه این وضع مسئله ما نیست، مسئله شما نیست، مسئله جامعه ایرانه. تا این مسائل مطرح نشین، الان 15 ساله در مجلس دارن سعی میکنن سن ازدواج رو ببرن بالا، آقایون نمیذارن، نمیذارن خانه ام برای زنان درست بشه، برای اینکه یک روحانی در قم فرمان داده که فلان کار رو بکنید این خلاف شرعه. تا این وضع هست، این نوع مجلس ها به گمان من فقط بحران رو عمیق‌تر میکنه. و الان به نظر من آقایون تصمیم گرفتن ابعاد بحران اونقدر جدیه که فقط با یک سیاست یک پارچه سرکوب میشه بحران رو حل کرد، وگرنه اگر در فکر همبستگی ملی بودند، یک چنین مجلس ورشکسته‌ای در یک چنین بحرانی به نظر من به میدون نمی آورد. آقای نگهدار، جمع‌بندی نهاییتون. من فکر میکنم که ایران در مسیری قرار داره که چنانچه رهبر جمهوری اسلامی ایران و کسانی که بیشترین تأثیر رو در تصمیم گیری های نظام دارند به این فکر نکنند که این شکاف و این بی‌اعتمادی و این عدم مشارکت اقشار وسیع جامعه، به خصوص اقشار متوسط و اقشار مطلع‌تر جامعه، به بالاتر، به سطح بالاتر کشیده نشه، ایران در مسیر بسیار سختری قرار خواهد گرفت. و به خصوص در مناسبات بین‌المللی که مهمترین مسئله حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود در سالهای آتی، از دست بالاتری محروم خواهد بود در مذاکراتی که احتمالاً در پیش است. متشکرم. فرخ نگهدار، فعال سیاسی، و عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. در روزهای اخیر عده‌ای از ساکنان اردوگاه پناهجویان در جزیره لسبوس یونان به ضرب چاقو مجروح یا کشته شدند. اردوگاه موریا در بین پناهجویان به جهنم موریا شهرت دارد. علاوه بر کمبود آب و امکانات بهداشتی، ناامنی به بزرگترین معضل ساکنین این اردوگاه تبدیل شده. آنها میگویند اختلافات قومی و مذهبی ریشه بسیاری از درگیری هاست، اما مقصر اصلی را پلیس یونان میدانند که به گفته آنها امنیت را برقرار نمی کند. پرهام قبادی با پناهجویان ایرانی و افغان در اردوگاه موریا صحبت کرده.
درگیری در اردوگاه پناهجویان در جزیره لزوس یونان. کسانی که از جنگ و ناامنی به اردوگاه موریا پناه آوردند میگویند اینجا هم از ترس جانشان خواب آرام ندارند. این کیه؟ در این ویدیو که به دست بی بی سی فارسی رسیده، جوان 23 ساله افغان پایش چاقو خورده. یک خبرگزاری محلی میگوید زارب 18 ساله هم افغان بوده. بلافاصله بعد از این حادثه، یکی از ساکنان اردوگاه موریا از مشاهداتش برای بی بی سی فارسی ویدیویی فرستاد. او که نمیخواست هویتش فاش شود، میگوید چنین حوادثی هر روز اتفاق میافتد. این که میبینید خونه یکی از چاقو خورده هایی که چند دقیقه پیش چاقو خورد و بردنش. حالا معلوم نیست مردن یا زنده بودنش. خون ازش رفته تا دم در کمپ. دعواشون هم دعوای معلوم نیست حالا سر چی بوده، ولی بیشتر دعوا اینجا سر نژاد، قوم، مذهب. شب قبل از این حادثه یک زن با چاقو زن 23 ساله دیگری را کشت. هر دو زن اهل افغانستان، هر دو دارای فرزند و سر بچه هایشان با هم درگیر شدند. مقتول هزاره شیعه مذهب و گفته می شود متهم به قتل پشتون سنی مذهب است. متهم چند روزی متواری بوده. اینجا کانکس یکی از بستگان مقتول در اردوگاه موریا است. او به بی بی سی فارسی گفت پلیس به خانواده مقتول گفته که خودتان قاتل را پیدا کنید و آمبولانس هم بعد از یک ساعت رسیده. ما اینجا در همان نیستیم. شما در همان نیستیم. شب روز. این دختر داریم. این بعد به خدا دختر داره. این دختر داره. این دختر داره. بسیاری از پناهجویان ناامنی اردوگاه را از چشم پلیس یونان می‌بینند که در انجام وظیفه‌اش یعنی برقراری امنیت کوتاهی می‌کند. به مدت 6 ماهی که تو کمپ هستیم تا این مدت ما شاهد آتش سوزی و درگیری‌های خشونت‌بار زیادی بودیم. اینجا ما هر شب شاهد سرقت و دزدی و درگیری های خیلی شدید بین پناهجوها هستیم. متاسفانه اینجا چاقوکشی و دزدی و سرقت و درگیری یک امر کاملا عادی شده. اون اقتداری که باید پلیس داشته باشه برای مدیریت کمپ، پلیس اینجا متاسفانه نداره. خیلی بی‌توجهی میکنه. جایی از کمپ درگیری باشه هیچ دخالتی نمیکنن. بعد از اینکه درگیری تموم بشه فقط میان با یه نگاهی میندازن و میرن. پلیس یونان هنوز به درخواست بی بی سی برای مصاحبه جواب نداده. این هم گفته می شود دیروز عصر خارج از اردوگاه و در یکی از میدانهای جزیره لسوس است. مرد افغان دیگری در درگیری پایش چاقو خورده. اردوگاه موریا که پناهجویان نام آن را جهنم موریا گذاشتند، تنها گنجایش 2200 نفر را دارد. اما حدود 20,000 نفر در آن زندگی می کنند. اکثر پناهجویان این اردوگاه اهل افغانستان هستند. تعداد ایرانیان اما بسیار اندک است. ده ها نفر از آنها به بی بی سی فارسی گفتند که مورد ضرب و شتم و سرقت قرار گرفتند، اما از بیم جانشان می ترسند مصاحبه کنند. بعضی از اردوگاه فرار کردند و در خیابانهای شهر می خوابند. و 5 روز از کشته شدن. اما دوست زن جوان افغانی که به قتل رسیده میگوید به دلیل قومگرایی هیچ کس در موریا امنیت ندارد و همه در خطرند. خطر احساس میکنیم و هر صورت ما خطر احساس میکنیم، از آتش سوزی، از جنگ، از اینکه هر شبانه روز اینجا جنگ میشه، آدم کشته میشه. تمام کسایی که سرپرست دارن خیلی در عذابن. شما فکر کنین که اینجا چند تا خانومی هستن که اصلا سرپرست ندارن. یک زن افغان که با دو فرزندش در کمپ زندگی می کند گفت شروع به نوشتن خاطراتش کرده و بخشی از آن را برای بی بی سی فارسی فرستاد. دیگه طاقتم تاق شده. طبق معمول بچه های مجرد مست تا صبح دعوا کردن و مرتب به کلبه ما کوبیدند. روزای اول بهشون حق می دادم که تنها هستن. بعضی هاشون تو جنگ سوریه بودن و با روانای رنجور از خاطرات جنگ به اینجا آمدن. برای رهایی شرایطشون مست می کنن تا برای چند ساعتم که شده موریا، خاطرات جنگ، تنهایی و زندگی تلخ خودشون رو فراموش کنند. جنگ همه جا دنبالشون میکنه. جنگ براشون تموم شده ولی خاطرات تلخش در خواب و در بیداری ولشون نمیکنه.
ما اینجا در موریا عواقب همه جنگ‌های خاورمیانه رو تحمل می‌کنیم، نه فقط جنگ سوریه و افغانستان، جنگ میانمار، جنگ‌های آفریقا. آدمای رنج کشیده از همه جنگ‌های دنیا اینجان. حالا می‌فهمم چرا به موریا میگن جهنم. اینجا آدمایی با خاطرات همه جنگ‌های دنیا جمع شدن. طبق آمار سازمان ملل 80% پناهجویان برای رسیدن به خاک اتحادیه اروپا با این قایق‌ها دل به دریا می‌زنند. اما جزیره لزووس قطعاً بهشت موعودشان نیست. برزخ بلا تکلیفی که تا روشن شدن مقصد نهایی در آن گرفتارند. پرهام قبادی، بی بی سی. شبکه توییتر برای اولین بار با اضافه کردن یک برچسب هشدار به یکی از توییت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلویحاً صحت محتوای آن را زیر سوال برده و امکان راستی آزمایی‌اش را فراهم کرده. شرکت توییتر گفته درباره صحت اخباری که روی این شبکه منتشر می‌شود نظارت بیشتری انجام می‌دهد. آقای ترامپ هم در توییتی اعلام کرده که در صورت سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی به آنها اجازه فعالیت نخواهد داد. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. Gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. حالا توییتر هم به جمع رسانه‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آنها خشمگین است اضافه شده. تا همین چند روز پیش تصور عمومی این بود که آقای ترامپ این شبکه اجتماعی را به روش‌های سنتی خبررسانی ترجیح می‌دهد، جایی که می‌تواند به راحتی بدون واسطه با مخاطبش ارتباط برقرار کند. اما حالا انگار شرایط عوض شده. در حالی که فقط کمتر از 7 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، این کشور هنوز به شدت درگیر بحران کرونا است و پیش بینی می شود که این بار حجم زیادی از رای گیری برای این انتخابات از طریق پست انجام شود. یکی از ایالت‌هایی که فرماندارش زودتر از بقیه برای رأی‌گیری پستی دست به کار شده کالیفرنیا است، ایالتی با بیشترین سهم در تعیین رئیس جمهوری آینده آمریکا. آقای ترامپ از این حرکت فرماندار خوشحال نیست. وقتی رأی‌گیری رو پستی برگزار می‌کنی راه تقلب رو باز می‌ذاری. میشه راحت اونا رو دزدید، برگه نو چاپ کرد و یک صندوق دیگه تحویل داد. اصلا نمی‌دونی که این رأی‌ها رو دوبار شمردن یا نه. درو می‌کنن. می‌دونی درو کردن یعنی چی؟ همه رأی می‌ذارن توی صندوق و پرت می‌کنن تو. هیچکی نمی‌دونه که اینها تقلبی هستن یا نه. صحبت‌هایی که مشابهش در توییتر منتشر شد. محال است. احتمال صفر که رأی‌های پستی اکثرا تقلبی از آب در نیایند. صندوق های رای را می دزدند، برگه های رای را تغییر می دهند یا حتی غیرقانونی چاپ و امضا می کنند. فرماندار کالیفرنیا دارد برای میلیون ها نفر برگه رای می فرستد، برای هر کسی. دستن در کاران این شبکه اجتماعی مجبور به واکنش شدند. از نظر آنها این گفته که رای پستی در کالیفرنیا می تواند تقلبی باشد گمراه کننده است و به حقایق بیشتری احتیاج دارد. توییتر با گذاشتن یک برچسب هشدار زیر پست جنجالی آقای ترامپ به صفحه لینک داد که ادعای او را اثبات نشده توصیف می کند. اما اگر از بحث و انگیزه سیاسی بگذریم، حالا این ماجرا حتی از دونالد ترامپ هم بزرگتر شده و سوال‌هایی را در مورد حدود آزادی بیان مطرح کرده. مسئله‌ای که ابعاد آن مدت هاست شرکت آمریکایی توییتر واقع در شمال کالیفرنیا را گیر انداخته. یه سری از این تغییراتی که توییتر در چند ماه گذشته اجرا کرده در واقع پاسخیه به فشارها و انتقادهایی که در ماه‌ها و سال‌های گذشته به توییتر اومده. مثلا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی داشته در مورد جو مسموم توییتر و چه شکلی این جو واسه سیاستمداران و کسانی که چهره عمومی دارن و در واقع در رسانه‌ها هستن، به خصوص زنان و کسانی که سفیدپوست نیستن، در اروپا خطرناکه و تهدیدهای زیادی به مرگ و تجاوز علیه اونا صورت میگیره. و این تغییرات در واقع پاسخی به اون و انتقادهای اینه که توییتر خطر یهود ستیزی و نژاد پرستی و ضد زن بودن در این فضا رو جدی نگرفته. و حالا از توییتر میشنویم که میخواهد روی صحت و دقت اخباری که در این شبکه منتشر میشود حساسیت بیشتری به خرج دهد. برچسب‌ها و هشدارها از این به بعد هر جا که این شبکه احساس کند احتیاج است به توییت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی
اضافه خواهد شد. آزادی بیان هیچ جا مطلق نیست و در هیچ قانونی آزادی بیان به شکل مطلق ازش حمایت نمیشه. پس سوالهایی که الان کاربران و شهروندان آمریکا و بقیه کشورها باید از توییتر بپرسن اینه که این تصمیمات سردبیری بر اساس چه قوانینی گرفته میشه و چه کسانی هستن که این قوانین رو در واقع بهش نظارت دارن و تصمیم گیری درست نظارت دارن. و این شفافیتیه که ما باید خواهان اون باشیم از توییتر الان که وارد این مرحله جدید میشه که احتمالا تصمیمات سردبیری بیشتری هم خواهد گرفت. حالا ممکنه فقط واسه انتخابات آمریکا باشه، ممکنه هست واسه اتفاقات مهم دیگه هم که سراسر دنیا میفته این اتفاق بیفته از طرف توییتر. دنیا در حال تغییر است و قواعد بازی هم در حال تغییرند. توییتر هم از این قاعده مستثنا نیست. در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری آقای ترامپ نشان داد وقتی راه درست را بلد باشی به کاخ سفید خواهی رسید. حالا سوال اینجاست که با تغییر شرایط چه کسی زودتر و بهتر از بقیه خودش را با اوضاع جدید وفق می دهد؟ پوریا جعفره، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس با ماست و همچنین آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی. خوش آمدید به برنامه. آقای یحیی نژاد، با شما شروع بکنیم. این ادعای آقای ترامپ که شبکه‌های اجتماعی به نفع رقبای سیاسی او عمل می‌کنند و محافظه‌کاران رو سانسور می‌کنند چقدر ادعای منطقی به نظر می‌رسد؟ این که واقعا در واقعیت چقدر این اتفاق میفته رو من اطلاعی ندارم، ولی خب خیلی از این شرکت ها، اکثر کسانی که در این شرکت ها کار میکنن بالاخره از در خیلی هاشون در کالیفرنیا هستن و کالیفرنیا منطقه ایه که به طور سنتی دموکرات بوده و از این که نوع تصمیم گیری هایی که در داخل این شرکت ها اتفاق میفته خیلی بعید نیستش که خب تا یه حدی بر اساس اون خط فکری سیاسی که دارن، خب که در این زمینه حالا از دموکرات‌ها دارن حمایت میکنن، بر اساس اون خط فکری تصمیم گیری بکنن و نتیجه تصمیم گیری هاشون به ضرر جمهوری خواها یا محافظه کارها در آمریکا باشه. و این گلایه‌ای بوده که محافظه کارها در گذشته هم کردن و تا یه حدی ممکنه حقیقت داشته باشه. آقای آرامش، شما چه فکر میکنید؟ به نظر من خیلی این درست نیست. هر دو طرف این شکایت رو دارن، از طرفی دموکرات ها و اونهایی که به حزب دموکرات نزدیکن میگن که فیسبوک، توییتر کمکاری کردن در انتخابات قبلی و به خاطر اینکه اجازه دارن اخبار دروغ و اخبار هیجان برانگیز پخش بشه خیلی از مردم رو برانگیختن. بسیار از این کارزارها اصلا در داخل ایالات متحده نبود، از اروپای شرقی و روسیه می اومد. همینطور محافظه‌کاران و جمهوری خواهان میگن که اینطور هست، یک حالت به قول معروف ستایش یا ناعدالتی حزبی و گرایش فکری هست. در مجموع به نظر من این بحث به اینجا ختم میشه که هم توییتر، هم فیسبوک، هم هر میدیای دست جمعی به دنبال منافع خودش هست. براشون خیلی مهم نیست که حالا مترقی باشن یا محافظه کار، مثلا این هستش که بخواد بتونن اون پلتفرمشون رو حفظ بکنن و برای سهامدارانشون درآمدزایی بکنن. و این میگم هم چپ و هم راست از این طریق انتقادات تند نسبت به منابع اجتماعی و حتی رسانه های بزرگ، نه فقط توییتر و فیسبوک، رسانه عملا نیستن، بلکه CNN، NBC، فاکس نیوز، از چپ و راست هم انتقادات میشه از طرف به خاطر اینکه اون حرارت رو در بین طرفداران خودشون بیشتر هم بکنن. یه مقدار حالت تهییج هم اینجا وجود داره. آقای یحیی نژاد، اساسا آقای آرامش هم اشاره کردند که به هر حال توییتر و فیسبوک رسانه نیستند و تا پیش از این هم بحثشون این بوده که ما میخوایم یک فضای تبادل نظر ایجاد بکنیم، کاربران خودشون تشخیص خواهند داد که چه خبری درسته چه خبری جعلیه، ولی به نظر میاد که این سیاست دست کم در توییتر داره تغییر میکنه. به نظر شما علت چیه؟ توییتر در انتخابات گذشته خیلی بهش فشار اومد به دلیل اینکه شایعه‌ای بود که خب روسیه دخالت کرده در رسانه‌های و پلتفرم‌های اینترنتی آمریکایی و سعی کرده که آقای ترامپ رو به ریاست جمهوری برسونه و این خب شایعه خیلی بالاخره از جهت حزب دموکرات خیلی بهش دامن زده شده و فشار روی توییتر و شبکه‌های دیگه زیاد بوده که کاری بکنن که
دخالت خارجی کم بشه در انتخابات و همینطور در داخل کشور از این بحث دیسینفورمیشن یا بحث اینکه گمراه کردن مردم از طریق اطلاعات غلط خیلی دامنگیر بوده و خیلی فراگیر بوده در آمریکا. از این جهت فشار روی توییتر زیاد بوده که یک کاری انجام بدن و این کاری که الان میبینیم کردن به واسطه این فشارهای خارجی بوده، مگر نه توییتر حدود 15 ساله که فعالیت میکنه و قبلا مشکلی از این جهت نداشتن و کاری در این زمینه نکرده بودن و اینکه یک دفعه میان یه چنین کارهایی میکنن به دلایل فشار خارجی از توییتر است. آقای آرامش، هفته گذشته توییتر یه گزینه جدید اضافه کرد مبنی بر اینکه کاربر بتونه محدود بکنه کسانی رو که میتونن نظر بدن راجع به توییت های فرد. این اقدامات چه تأثیری بر آزادی بیان و فضای تبادل آرا در توییتر میتونه داشته باشه؟ به نظر من اصلا این سوال، یعنی کلن این جور نگاه محلی از اعراب نداره. ببینید توییتر، فیسبوک، این همه کمپانی خصوصی هستن. آزادی بیان که توسط متمم یکم قانون اساسی تایید و تأمین و به قول معروف تعریف هم شده، اون رو در حیطه دولتی مسئول نگه میداره. یعنی چه؟ یعنی شما به عنوان یک ژورنالیست، من به عنوان یک شخص خصوصی، هر کسی بتونه هر حرفی که میخواد بزنه و اون حکومت و دولت نتواند بیاید و اون رو به قول معروف جریمه بکنه، زندانی بکنه، اذیت بکنه. ولی در نهاد خصوصی توییتر، در نهاد خصوصی شما روزنامه خصوصی، کلا هر چیز خصوصی است، دولتی نیست، شما میتونید هر کسی دوست دارید سانسور بکنید، هر کسی دوست دارید سانسور نکنید، این حق رو شما ندارید. خب ولی فکر نمی‌کنید ممکنه فردا یک کمپانی دیگه بیاد یه شبکه مشابه بزنه در اونجا محدودیتی نباشه، همه بتونن نظرشون ابراز کنن؟ الان اتفاقا خیلی از گروه‌های بسیار تندرو دست راستی همچین چیزایی رو دارن که هر چی که در یوتیوب، توییتر و فیسبوک نیست میتونن برن اونجا و بذارن و هیچ تبعات قانونی نداره. ببینید مسئله آزادی بیان مسئله تبعات مسئولیت قانونی است، نه مسئولیت خصوصی. یعنی چه؟ یعنی من بشونم هر حرفی که میخوام بزنم دولت نیاد من رو از کار و زندگی بندازه یا دستگیرم کنه. این یکم. دوم، حالا بحث جای پیچیده میشه که یک نهاد خصوصی مثل توییتر میاد اعمال میکنه یک سری محدودیت هایی رو بعضی از استفاده کننده، کاربران عمومیش. کاربر عمومی یعنی کی؟ یا کاربر رسمی مثل آقای ترامپ که ایشون عملا در اون مقام رسمیش داره از توییتر استفاده میکنه. ایشون سال 2009 به توییتر پیوست ولی عملا از سال 2015 به بعد در کارزار انتخاباتی شرکت کرد. از سال 2016 به این بعد یک مقام رسمی است. سال 2019 دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی رو تایید کرد، گفت چون آقای ترامپ با وجود استفاده از یک پلتفرم خصوصی ولی دارد به عنوان یک مقام رسمی اینجا اعمال نظر میکند و حتی اخبار خیلی مهم و تصمیمات دولتی رو در توییتر اعلام میکنه، ایشون حق نداره کسی دیگر رو سانسور کنه. ببینید جزئیات اینجاست، یعنی آقای ترامپ نمیتونه شما رو بلاک بکنه ولی توییتر میتونه آقای ترامپ رو حسابش رو ببنده. سو این میگم ریزه های قانونی داره. آقای ترامپ از سال 2019 به این ور نمیتونه منتقدین خودش رو بلاک بکنه. چرا؟ چون عملا این پودیوم یک تریبون دولتی آزاد و به عنوان مقام رسمی است. مقامات رسمی نمیتونن منتقدین یا حتی کسی که فحاشی میکنن رو بلاک بکنن در توییتر. اما بازم بهتون میگم توییتر این حق رو داره به عنوان یک نهاد خصوصی که هر کاری دوست داره بکنه. آقای یحیی‌نژاد، امروز توییت بسیار عصبانی آقای ترامپ زد راجع به محدودیت هایی که شبکه‌های اجتماعی به گفته ایشون برای محافظه‌کاران لحاظ میکنه و گفتش که تهدید کرده که قانونمند میکنه شبکه‌های اجتماعی رو و حتی ممکنه تعطیلشون بکنه. آیا ابزار قانونی داره آقای ترامپ که بتونه فرضاً توییتر رو تعطیل بکنه؟ ابزار قانونی که هست یک بحث کلا اصلا در شبکه‌های اجتماعی و نوع نظارت دولت بر اینها بوده و این بحث یوتیلیتی کمپانی‌ها یک شرکت‌های خدماتی است. در آمریکا مخصوصا حالا جای دیگه ممکنه چنین چیزی باشه. خیلی از شرکت‌های خدماتی مثل آب و برق شرکت‌هایی هستند که خصوصی‌اند اما نظارت دولتی روشون هست و باید از یک قوانین خیلی مشخصی تابعیت بکنند. در بحث توییتر و فیسبوک هم که یک مونوپولی هستن، یعنی اینو نمیشه گفت که اینها فرچون شرکت خصوصی هم میتونن هر کاری بکنن. اینها مونوپولی هستن که در اون بازاری که هستن یک مونوپولی برقرار کردن. از این جهت که مونوپولی هستن دولت میتونه بیاد قوانینی وضع بکنه که نحوه کار اینها رو زیر نظر بگیره و در این مورد خاص میتونه اون قوانین این باشه که بی‌طرف بمونن در بحث‌های سیاسی، بحث‌های جناحی و این رو میتونه خب یک ابزاریه که دولت میتونه به اون سمت ببره و این رو به عنوان قوانین کلی که
این پلتفرم ها رو دقت بکنید، این رو فیسبوک و توییتر، اینها پلتفرم هستن برای در واقع ایجاد گفتگو بین کاربران هستن. اینها رسانه مثل نیویورک تایمز یا مثل بی بی سی نیستن که برای خودشون سردبیری داشته باشن، برای خودشون تصمیمات اینچنینی بگیرن. برای همین یک چنین امکانی وجود داره که قانونگذار بیاد با اینها رو به عنوان پلتفرم هایی که مونوپولی ایجاد کردن در حوزه های کاری خودشون، به شکل شرکت های خدماتی اینها رو نظارت برقرار کنه براشون و به اون شکل محدودیت های براشون ایجاد. آقای آرامش، به نظر میاد که شما مخالفید. بله، از لحاظ حقوقی هیچ، بازم میگم، محلی از اعراب نداره. نه قانونگذار نمیتونه بیاد قانون اساسی رو، مگر اینکه بخوام متمم یک قانون اساسی رو لغو کنن، نه نمیتونن بیان. این حرفی که آقای ترامپ زده عملا برای تهییج و اون همحزبی ها و طرفدار رو نشونه. درسته که اینها رسانه نیستن، ولی در زیر چتر آزادی بیان میفتن. توییتر، فیسبوک، یوتیوب، غیره و زالک، شما میگم از انواع اقسام اینستاگرام، نه تنها دولت نمیتونه بیاد اینها رو ببنده، بلکه به خصوص نمیتونه سانسور بکنه. کاملا مخالف متمم یک قانون اساسی هست و حتی قضات و حقوقدانهای محافظه‌کار و جمهوری خواه با این شدیدا مخالفن. از اون طرف هم که میگم یکم بی‌طرف‌تر بشه، ما مسئله نت نوترالیتی رو داشتیم که اصلا کاملا چیزی است که خود جمهوری خواه و محافظه‌کارا دنبالش مخالف قضیه بودن که مجبور کنن بی‌طرفانه باشه. نه، از لحاظ حقوقی نه تنها ابزار ندارن، بلکه بسیاری از قضات جمهوری خواه و قضات محافظه کار حتی شدیداً با این قضیه مخالفت خواهد کرد، چون اونها بسیار به آزادی بیان و آزاد بودن بیان اعتقاد دارن. به خاطر همین میگم این حرفی که آقای ترامپ زده دوباره میفته جزو اون حرفایی که برای یک سری از مخاطبین خودشون میزنه، ولی به هیچ وجه من الوجو، من باز تاکید میکنم، در ایالات متحده نه تنها شما نمیتونید این کار رو بکنید، بلکه به خصوص بیایید سانسور بکنید قبل از نشر. تنها موقعی این اتفاق میفته که یک مسئله عجیب و غریب و حاد امنیت ملی باشه، مثلا نقشه عملیات فردا برای فتح بغداد رو مثلا شما بخواید منتشر بکنید، که اون رو بازم میتونید منتشر بکنید، نمیان قبلش شما رو بگیرن، ولی بعدش میتونه تبعاتی داشته باشه. غیر از اون مسئله عجیب و غریب و حاد امنیت ملی هیچ، و خیلی هم این به صورت تنگ و کوچک و محدود تعریف شده، یعنی اینطور نیست که دولت بیاد یکی از حقوق اساسی مردم بگیره بدون اینکه بخواد یک محدودیت بسیار عجیب و غریب براش بگذاره. به خاطر همین میگم، بازم تاکید میکنم، این که آقای ترامپ امروز گفتن که میخوان اینا رو قطع کنن و ببندن و بگیرن و فلان و بیسار، کاملا با هم نفس قانون، هم عمل قانون و هم خود احکام دادگاه های فدرال، چه دادگاه های محافظه‌کار، چه دادگاه های لیبرال، 100% مغایره و خیلی بعید میدونم قاضی فدرالی پیدا بشه، چه در دادگاه بدوی، چه در 13 مدار دادگاه های تجدید نظر و چه قاضی دادگاه دیوان عالی کشور که بخواهم بیاین همچین اعمالی بکنن بر مهمترین متمم قانون اساسی، متمم یکم که آزادی بیان و اجتماعات و جدایی مذهب از سیاست رو تضمین میکنه. آقای یحیی نژاد، در نهایت میگید با توجه به محبوبیت توییتر برای آقای ترامپ، به حال 80 میلیون فالوور داره در توییتر، فکر میکنید که ممکنه دعوا به جایی برسه که آقای ترامپ از توییتر بره؟ این محبوبیت دو طرفه است. آقای ترامپ برای توییتر هم در واقع بازارگرمی میکنه. یعنی توییتر بعد از اومدن آقای ترامپ به توییتر و فعالیتشون در توییتر، خب خیلی بازارش گرمتر شده. اینکه حالا کدوم طرف بیشتر به طرف دیگر نیاز داره باید دید. خب بالاخره از اون طرف آقای ترامپ میتونه بره در رسانه های دیگه بیشتر فعالیت کنه، ولی حدس من همونه که همونجور که گفته شد، بیشتر اینها تهدیدهایی که سعی بکنه که توییتر عقب نشینی بکنه. یعنی واقعا بعید میدونم که از این حرف توییت ها قانونی در بیاد یا نتیجه گیری قانونی بشه. بیشتر همون هست که توییتر رو به عقب بنشونه و جلوی نظارت، دخالت بیشتر توییتر رو در توییت های خودش بگیره. آقای آرامش، چقدر میشه مسئله انتخابات پیشرو رو دخیل دید در این حمله آقای ترامپ به توییتر؟ همه چیز به سیاست ربط داره. بالاخره یکی از مهمترین دستاوردهای اهداف یک سیاستمدار انتخاب شدن مجدده، و بالاخره به هم در حزب دموکرات هم در حزب جمهوری خواه منافع بسیار گسترده‌ای هستن و از هر ابزاری استفاده می‌کنن، توییتر، روزنامه‌ها، تلویزیون، رادیو، امواج مختلف، که بتونن به اون هدف خودشون برسن. اینکه الان ما یک انتخاباتی رو داریم در پیش و آقای ترامپ هم میتونسته با مخاطبین خودش به صورت مستقیم از طریق توییتر رابطه برقرار کنه و صحبت کنه، این یک نقش بزرگی بازی میکنه. اما
این رو میخوام به صورت نکته کلی بگم. حالا اومدیم توییتر، من با انتقاد به این کاری که داره توییتر میکنه کلا با این کار موافقم، ولی میخوام بگم تاثیر آنچنانی نمیذاره. تا حالا این همه نقد و فکت چکینگ و راستی آزمایی و غیر و ذالک انجام شده، نظر چند نفر از موافقین یا مخالفین آقای ترامپ عوض شده؟ این هم باید در نظر داشت. حالا بیان شما راستی آزمایی هم بکنید، یک عده زیادی که اصلا نمیخونن، ولی اکثریت قریب به اتفاق رای دهندگان، آرای دارندگان حزبی، یا اگر آقای ترامپ رو دوست دارن که این حرفا اصلا بر اونها تاثیر ندارن، اگر از با اون دشمنن اون حرفا بر اون تاثیر نمیگذارد. سوال اینجاست که آیا اون محدود درصدی مستقلین رای دهنده که تعیین کننده انتخابات هستن در ایالت های کلیدی مثل پنسیلوانیا، مثل میشیگان، مثل فلوریدا، مثل اوهایو، مثل ویسکانسین، آیا اونها تحت تاثیر این آزمون، به قول معروف آزمون حقیقت، قرار خواهند گرفت یا نه؟ ولی باز میگم از طرفی تهییج کرده به نفع آقای ترامپ شده، چون میگه که ببینید یک همچین بی‌عدالتی هست در مطبوعات و در پلتفرم های اجتماعی، و از اون طرف هم بسیار خوشحال میگن خب دیگه دروغ های آقای ترامپ بدون تبعات نخواهد بود. ولی به نظر من تاثیر خاصی خیلی نخواهد داشت. چرا؟ چون تا حالا نظر چند نفر از طرفدارای ترامپ یا مخالفین ترامپ رو شما تونستید با منطق عوض بکنید؟ آقای یحیی نژاد، شما فکر می‌کنید که آیا عملکرد شبکه‌های اجتماعی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تغییر خواهد کرد؟ من خیلی با این کار توییتر موافق نیستم، چون به نظر من حقیقت مطلقی وجود نداره در سیاست. یعنی حرفی که آقای ترامپ هم دیروز زده درسته که خیلی صحیح نیست، ولی غلط هم نیست. یعنی بالاخره احتمال اشتباه در رأی‌گیری‌های پستی وجود داره، و این که توییتر به عنوان یک شرکت خصوصی که شفافیتی وجود نداره در این پروسه سردبیریش بیاد دخالت کنه و یک سیاستمداری که رأیش 60 میلیون آمریکایی پشتشو بخواد تصحیح بکنه، به نظر من این کار صحیح نیست و حوزه خطرناکی برای توییتر که وارد این حوزه بشه. و با توجه به که مخصوصا به انتخابات نزدیکیم، این محدوده‌ای که محدوده خیلی خطرناکی برای توییتر که واردش بشه، و به نظر من کار درست اینه که از این کار عقب نشینی بکنه و چنین ابزارهایی رو فقط محدود بکنه برای گفتمانهایی که خیلی گفتمانهای توهین‌آمیز و رادیکالی هستن و توهین‌های نژادی یا مسائلی که خطر پزشکی دارن برای مردم، یا به فرض در مورد همین کرونا دارن گمراه میکنن. بهتره چنین چیزهایی رو برای اون محدوده ها حفظ کرد و وارد بحث های سیاسی که دو طرف دارن وارد نشود. متشکرم. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری های اینترنت، و آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. چشم ها به آسمان فلوریدا دوخته شده، جایی که وضعیت هوا سرنوشت ماموریتی تاریخی رو تعیین میکنه. تصاویر زنده ای داریم از جایی که قرار اولین سفینه بخش خصوصی دو فضانورد رو به ایستگاه فضایی بین‌المللی ببره، ماموریتی که نتیجه سالها همکاری ناسا و شرکت سپیس اکس. هیجان زده، منتظر و تاریخ ساز. آنها که دستی بر آتش ارسال این راکت به فضا دارند را می شود اینطور توصیف کرد. پرتاب دراگون اولین ها را رقم می زند و راه تبدیل شدن خیال به واقعیت را هموار می کند. این اولین باره که فضاپیمای بخش خصوصی فضانوردان رو منتقل میکنه. آغاز فصل جدیدی در شناخت فضاست. همینطور که میبینیم اسپیس ایکس و سال آینده بوئینگ فضانوردان رو به ایستگاه فضایی میبرن. این در قالب تجاری کردن ایستگاه فضایی بین المللیه. این مأموریت نتیجه همکاری مشترک اسپیس ایکس و سازمان فضایی آمریکاست. همکاری که برای اولین بار دو فضانورد را سوار بر فضاپیمای بخش خصوصی به خانه فضایی بشر می‌برد. کاری که باب و داگ انجام می‌دهند مرحله نهایی از تایید موفقیت همکاری تجاری بخش خصوصی و بخش دولتی است که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و این امکان را فراهم می‌کند که نه فقط به ماه، بلکه به شکل پایدار به هدف اصلیمان که مریخ است برویم.
باب بنکن و جاک هرلی اولین فضانوردانی هستند که بعد از نزدیک به یک دهه مأموریتشان را از خاک آمریکا آغاز می‌کنند و سوار فضاپیمایی آمریکایی می‌شوند. از سال 2011 تا کنون مأموریت‌های فضانوردان آمریکایی به ایستگاه فضایی به سایوز روسی وابسته بود و خارج از خاک این کشور انجام می‌شد. امکانی که با بازنشستگی شاتل‌های فضایی ناسا از بین رفته بود، حالا با کمک اسپیس اکس بار دیگر پدید آمده. این دو فضانورد با سابقه حالا نه با فناوری از دهه ها پیش که با فضاپیمایی با تکنولوژی امروز پرواز می کنند. مقدمات سفرشان هم خوش رنگ و لعاب و مدرن است. در فضاپیما هم به جای پنل هایی پر از دکمه تنها صفحه های لمسی دارند. البته اگر نیازی به استفاده از آن هم باشد، چون مأموریت از پیش برنامه ریزی شده است و کامپیوترها همه مراحل را انجام می دهند. سفری تاریخی که از سکوی تاریخی انجام می شود. دراگون از همان سکوی پرتاب می شود که مأموریت های سفر به ماه و شاتل کولومبیا انجام شده بود. در پایگاه فضایی کندی هستیم، در سکوی پرتاب 39A، جایی که نه تنها سکوی پرتابی تاریخی بلکه محلی تاریخی برای کشور ماست. We have motion. You see Dragon physically separating from the International Space Station. اسپیس اکس قبلا هم مأموریتی به ایستگاه بین المللی انجام داده بود، اما این اولین بار است که فضاپیمایی سرنشیندار را به ایستگاه فضایی میبرد. دو فضانورد سفری 19 ساعته در پیش دارند تا به ایستگاه فضایی در بیش از 400 کیلومتری زمین برسند. موفقیت این سفر خیال ناسا را از بابت پروازها به مدار زمین راحت می کند. به این ترتیب ناسا می تواند روی مأموریت‌های بلند پروازانه تر متمرکز شود. نعیمه نامجو، بی بی سی. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.